After 40 years in Najaf, Ayatollah Ali Muhammad Najafi Burujerdi had become a great scholar and a renowned teacher. When he moved back to Burujerd, the city of his birth, he became the central figure and the source of reference for all the people in that city, scholars and laymen alike. سالها در بروجرد بود واقعا مرجع به معنی واقعی بود خوب صاحب رساله بود مردم هجوم می دادن وقتی آمد به بروجرد بروجرد یک رونقی گرفت تا زمانی که ایشون زنده بود هاچیخ همانجور که روزه اون آقای طباطبایی اشرافی چی شرکت می کرد در منزل این فقیری هم که خانه کوچکی داشت و روزه مختصری و به زحمت چایی در سماور حلبی رو تأمین میکرد تو اونم شرکت میکرد ها شیخ نه برای خودش مقام با علی میشد نه همیشه میگه علی محمد یه بنده ضعیف خداست بگم من مقام یا قیافه بگیرن نه خیلی نبود خیلی عادی خاکی متواضع هشتی داشت اول خانه همونجا کنار در اونجا سکویی بود روی اون سکو می نشستن با مردم مسائلی که داشتن سوال می کردن حرفی که داشتن می زدن خیلی ساده زندگی بسیار راحت گفت بدون هیچ تکلفی در زندگیشون نبود اصلا حتی وقتی می رفت جای صلوات می رسیدم گفت صلوات به من نفرستید حاضر نبود به صلوات یه جلسه باشه صلوات برش بفرستن بسیار خوش اخلاق بودن با تل زیر دست ها یعنی کارگرها کارگرهایی که خودشون بودن حالا خدمت گلفت مثلا نوکر فلان اینا چند تا نفر بودن تو خودشون کار می کرد با اینا خیلی خودمونی مثل بچه هاش رفتار می کردن یعنی می نشستن با اونا صحبت میکردن فرض کنید غذا خوردی نخوردی مثلا حالا چطوره رفتارشون با کارگراشون همینجور بود ای داد بیداد ایشون روزه میگرفتن چادر منزلشو چادر پاره بود فرستاد اقا بنده که بریم اون چادر رو وصله کنیم و این چادری که وصله کنیم تمام شد ظهر شد او کارگرا که آورده بود او چادر بزنن و ما هم که رفتیم چادر رو وصله کنیم تقریبا 10-12 نفر می شدیم ظهر نگذاشت که ما بریم نهاری آوردن بین همون او کنار حیات او کنار حیات سفره پهن کردن نشستیم اونجا به قول ما بروجردی آبگوشت درست هم خواست آبگوشت بخوریم ایشون مرد بزرگوار تشویق نشست بین ما و وقتی خواستیم ما شروع به غذا کنیم گفت به همین لفظ خدا رحمتش کنه انشالله گفت خدا یا تو شاهد باش من امروز دارم با این کارگران تو دارم نهارو من هم جز اینا نشم من هم جز اینا قلم داد کن مردم واقعا خیلی هاشون دینشون از ایشون امثال ایشون گرفتن از کردن مردم با استدلال خیلی متوجه نمیشن دین رو از این طریق نمیگیرن دین رو از این تأثیرات میگیرن در طول عمرش ایشون تا چیزی که بنده اطلاع دارن یک مرتبه ای از اسمش غیر از علی محمد چیزی دیگه استفاده نکرد نه ایشون حتی وقتی که میرفتن در قلباب میکردن نمیگفتن ها شیخه حتی ها شیخش هم نمیگفتن تا چرا تا بگه آیت ها میگو علی محمده علی محمده در باز کن علی محمده این رفتار بود این اعمالش بود که در قلوب تک تک بروجردیا و اونه که میشناختن این عزیز رو جا گرفت ببینید آچیخ چیزی که ما درش دیدیم با این بقال و چقال و سبزی فروش که نشسته بود جوری نشسته بود که مثل اینکه یکی از اونهاست باش احساس راحتی میکردن مردم ببینید خودشو بالا نمیگرفت فاصله ایجاد نمیکرد شأن خودش رو جدا از اونا هیچ وقت نگرفت در هر مجلسی وارد میشد
به مجردی که وارد میشد مخصوصا وقتی میدید یه مبلغ مشغول سخنرانیه یا مشغول مدعیه، به مجردی که وارد شد در همون جا مینشست، هر کجا خالی بود همون جا مینشست، هر چی میگودن همه هم بلند میشدن در مقابلش ها. چرا؟ چون مونه. اما ایشون فوری مینشست که چی؟ که وعده مجلس به هم نخوره. اما عرض کردم ندیدم کسی یه همچین کاری. مرحوم آقای حاجیخ تو بچه چا نماز میخوند، حرکت کرده بود که بیاد، منم بودم خدمتشون. یه پیرزن میرسید، پیرزن فقیر، خب تو شهرها هستن دیگه، علی حال آدم محتاج هست آدم فقیر هست، میامد جلو حاجیخ. سوال داشت، گاهی سوال شرعی داشت من دیده بودم، گاهی پول میخواست من دیده بودم اینا رو. حاجیخ وای میزاد. یک بار شاید مثلا یه رو 20 دقیقه گذشت، این آقای تحصیلی هم بود، این خانم سوال شرعی داشت، منتها وسوسه داشت، اینور رو سوال میکرد اونور رو سوال میکرد، علی حال طول کشید. جوری که وقتی حاجیخ حرکت کرد من اعتراض کردم به ایشون، گفتم آه خب بیاد منزل، اینجا تو راه شما سر پا پیرمرد وایسادید. ایشون یه جمله به من فرمودن که به من میفرمودن آقا محمد جواد، به من فرمودن که توجه داشته باش تمام جونی که من کندم، نجف بودم، چه بودم، درس خوندم، این برای این است که امروز این پیرزنی که از من مسئله میپرسه جواب بگیره، یه دونه از اینها از من مسئله یاد بگیره و فردا عملش رو درست انجام بده، برای کل زندگی من کافی است. مردم میدیدن که یه چنین مجسمه فضیلت و علم و تقوا از پدرشون به خودشون مهربانتره و نزدیکتره. زندگی حاجیخ رو مورد توجه قرار بدیم. حاجیخ در خانه اجاره‌ای زندگی میکرد تا آخر، اون خانه رو تا بود نخریده بود، در خانه اجاره‌ای بود، زندگیش به اقل وجه بود، زاهدان زندگی میکرد، یک زندگی ساده و بسیط، از خودش فارغ شده بود. اومدن سراغ ایشون که حاجی آقا گفت بفرمایید، گفت لطف کنید اون شناسنامه تونه به ما بدید. گفت شناسنامه برای چی تونه؟ گفت میخوامش. گفت آخه بگید چون من صاحب شناسنامه هستم، آیا باعث بدونم که شما چی میخواید؟ گفت حاجی آقا اجازه بدید میخوایم شناسنامه تونه ببریم محضر و این خانه رو به نام شما ثبتش کنیم. ایشون فرمودن به این جمله 70 سال از عمر علی محمد، نگفت آیت الله، نگفت فلان، گو 70 سال از عمر علی محمد گذشته اسمش توی دفتری ثبت نشده، اجازه بدید این چند سبا هم ثبت نشه، همینقدر که تاییدش ما ازش استفاده می‌کنیم کافیه، ممنونم. کی یه همچین کاری بکنه؟ کدوم یکیه؟ یک مال مفت مسلمی به اون وسعت و به اون گیر بیاد بعد بگه نه؟ اما ایشون گفت نه، اجازه بدید 70 سال اسم علی محمد توی هیچ دفتری ثبت نشده، بازم بدید اجازه بدید ثبت نشه. وقتی هم که مرد هیچی نداشت، نه خانه‌ای، نه باقی، نه عرض می‌شود لوازم زندگی، هیچ، هر چی که بود مردم آورده بودن براش گذاشته بودن و بعدم که رفت خودش بود و خودش چی نداشت. یه آدم عجیبی بود در این جهت و خیلی متواضع بودن، خیلی مثلا خب با اینکه شخصیت برجسته بود در بروجرد، گاهی وقتا با یه طلبه مثلا همینجوری قدم زنان میرفتن، میخواستن اون طلبه میخواست بره مسافرت، با او میرفتن تا گاراژ، او سوار که میشد میرفت ایشون برمیگشت. یه همچی وضعی بود، یعنی هیچ گونه برای خودش برتری حساب نمی کرد. من دقیق یادمه
خدا رحمت کنه مرحوم آقای صاحب الزبانی رو، ایشون تفسیر میگفت عصر جمعه، تفسیر خاصی هم میگفت، ایشون قرآن رو میگرفت و تون 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 آیات رو مثلا معنا میکرد و یه شرح مختصری میداد و رد میشد. خب یه جلسه بود، جوان ها بودن، مثلا 20 تا 30 تا بودن، ما هم رفته بودیم تو اون جلسه، ها شیخ آمد خدمت، ها شیخ ما رفتیم، ها شیخ آمده بود تو اون جلسه، تفسیر آقای ارزم به حضورتون که صاحب الزمانی. خب تناسب نداشت، یه بالاخونه ای هم بود نزدیک مسجد شاه هم بود نشسته بودن، جای کوچکی هم بود، فرش هم نداشت، زیلو بود و خاکی هم بود و خیلی مرتب نبود، اون حالا یادم نیست خانه کی بود و چه جور بود. آقای صاحب الزمانی خب تفسیرش رو داشت میگفت، حاجی هم یه قرآن گرفته بود جلو چشمش همینجوری. اینایی که نشسته بودن همه بچه و جوان بودن، اونها هم همین کار، قرآن دستشون، هیچ از این که کنار اینها بشینه به تفسیر آقای صاحب الزمانی که شاگرد خودشه گوش بده ابا نداشت. همه چیز ما بود، ایشون هم پدر بود، چون پدر روحانی از پدر نسیمسون بالاتره، هم پدر بود، هم استاد بود، هم رفیق بود. اصلا رفیق یک مرجعه با شاگرش رفیق باشه که حرفه، رفیق بود، همه چیز ما بود. یه روزی از ماه مبارک رمضانی بود، جمعیت نماز، نمیدونم به چه مناسبت تمام مساجد نمازاشون رو تعطیل کرده بودن، آمده بودن مسجد امام پشت سر ایشون نماز خوندن. بعد وقتی خواستن ایشون برگردن خونه، جمعیت پشت سر ایشون، دو در خونه که رسیدیم مردم دیگه رفتن، من تنها خدمت ایشون بودم. گفتم آقا عجب جمعیتی بود، پشت سر شما آمده بودن نماز بخوندن. فرمود مجتبا، این مردم با یه پیش میان با یه کیش میرن، دلت به این مردم نبند، دلت به خدا ببند. میگفت که هیچ وقتی هیچ کاری رو برای توقعی انجام نده، یعنی اگر خدمتی به دیگران میکنید، خوبی به دیگران میکنید، انتظار این که یک جبران بشه این فرض کن خوبی شما اینا نداشته باشید، اصلا فراموش کنید، یعنی بدون هیچ توقعی هر کاری برای دیگران میکنید بدون توقع انجام بدید. حالا اگرم یک خوبی دیگران به شما بکنن خب خیلی خوشحال میشین، اگرم نکردن ناراحتی ندارید، شما برای خدا کردید، اونم پیش خدا اجرتون محفوظه. عملا مبلغ فرهنگ خدا بود نه زبان، همونی که امام صادق می‌فرماید کونو دعاتن ناس به غیر السنتکم، کمتر بگین بیشتر با عمل اسلام رو تبلیغ بکنی. منبریا که می‌رفتن بعضیا شروع می‌کردن به تعریف کردن از اخلاقیاتش، از علمیتش، از تقواش، از مرجعیتش، تعریف که میکردن سرش میگذاشت پایین و آهسته آهسته میفرمود اللهم اغفر لی ما لا یعلمون و اجعلنی خیرا مما یظنون، یعنی خدایا اونهایی که نمیدونن تو میدونی از درون من، از سر تقصیرم بگذر و گمان خوب اینها را نسبت به من بیشتر کن. همین جواب میده. خوششون هم نمیمد کسی تعریفش بکنه. ایشون برای تمام مردم بی استثنا تموم قد بلند میشد، برای خداحافظی هم تا دم در خونه میومد، یعنی کاری کرده بود از نظر برخورد، اخلاق، رفتار تبدیل شده بود به معشوق، مردم هم تبدیل شده بودن به عاشق. حاج شیخ در مکتبش فقیر و غیر فقیر و اشرافی فرق نمی کرد. زمانی که بیمار شد و خونریزی معده پیدا کرد، به بیمارستان بردن، اصلا بروجرد یک سره زجه شد، روغا شد،
چون یه شخصیت بزرگی رو دست میدادن. زمانی که بیمارستان به کلی تعطیل شده بود برای فقط ملاقات ایشون، یک راه برود یک خروج میرفتن برمیگشتن سریع، معطل نکنید آقا رو ببینید برگردید. اعلان کردن که آقای هاشم خون میخواه. از این میدان رادو تا شیر و خورشید جمعیت واستاده بود که خون بدن با آقای عاشق. اینقدر خون دادن که تمام این استانهای اطراف از خون ای استفاده کرد. آقای عاشق در دم مرگ دست کرد جیبش، $4,800 از جیبش در آورد داد به شیخ ابراهیم، گفت شیخ ابراهیم ای پول رو به مدرسه حاضر برسان، خدایا تو شاهد باش و امام زبان تو شاهد باش که دیناری از پول امام تو پهلوی منی. خدایا هر که مرا اذیت کرده، هر کس مزاحمت بر من فراهم کرده، هر که حتی راحتی بر من وجود آورده، خدایا من از او راضیم، من از او راضیم، تو از من راضی باش، جنازه رو بلند کردن روی دست گرفتن، سر یخا پای برهنه، شاید 2000 جمعیت از منزل تا بهشت شهدا این جنازه رو بردن. نزدیک ظهر جنازه رسید به بهشت شهدا. و عجیب این بود چندین سانت برف بود، با همه این برف این همه جمعیت آمده بوده و تا 40 روز تمام مساجد بروجرد مجلس عزاداری برقرار.